برای تولید یک بازی کامپیوتری خب تیم‌های مختلفی هستن که تلاش می‌کنن تا نتیجه تلاششون به یک محصول برسه و اون محصول وارد بازار بشه. ما برای تولید یک بازی کامپیوتری 4 تا تیم اصلی داریم که میشه گفتش که تیم دیزاین و طراحی مفهومی، تیم فنی و برنامه‌نویسی، تیم هنری و تیم صدا و موسیقی هستش. که خب شروع یک پروژه توسط تیم دیزاین انجام میشه، تحقیقات و سناریوها و طراحی مراحل توسط این تیم صورت میگیره. نتیجه این تلاش این تیم توسط گیم دیزاین داکیومنت به تیم‌های دیگه داده میشه. تیم هنری و تیم فنی برنامه‌نویسی تلاش میکنن تا اون چیزهایی که گیم دیزاین داکیومنت خواسته رو در اختیار تیم دیزاین و دیزاین قرار بدن. بعد از اینکه دوباره این ریکوایرمنت ها و دست آبجکت ها و چیزهای مختلفی که اسست های مختلفی که خواسته شده توسط تیم دیزاین به تیم دیزاین میرسه و توسط طراحان مراحل، مراحلی که پروتوتایپ بوده تکمیل تر میشه و در قالب یک مرحله در نهایت تیم صدا و موسیقی به بهتر شدن مراحل کمک میکنه و باعث پولیش و بهتر شدن از لحاظ صدایی و حس بهتر مراحل میشه. در نهایت تلاش این تیم ها باعث میشه که یک محصول به تیم در از دوستانی هستن که تستر هستن توی بازی میرسه و اونها وظیفه تست و دیباگ نهایی پروژه رو دارن که میشه گفت اینها تیم های اصلی هستن که یک پروژه رو جلو میبرن و نتیجه تلاششون هستش که یک محصول میشه. تولید بازی کامپیوتری رو به دلیل علاقه خودمون شروع کردیم و احساسی داریم که خب این صنعت باید وارد ایران بشه و ما بتونیم بازی‌های بومی برای خودمون با قهرمان‌های خودمون داشته باشیم. خب ما پتانسیل‌های زیادی توی داستان‌ها و توی اتفاقات تاریخی که برای کشورمون افتاده وجود داره برای ساخت بازی‌های کامپیوتری که میتونیم این بازی‌ها رو بسازیم و علاوه بر اینکه بتونیم بخشی از فرهنگمون رو برای مردم معرفی کنیم، بتونیم این فرهنگمون رو هم به کشورهای دیگه بفرستیم و اونها از پیشینه تاریخی، از فرهنگ و تمدن ما اطلاعات بیشتری کسب کنن که این باعث میشه که خب تمدن‌ها و در از فرهنگ‌های مختلف با هم دیگه آشنا بشن و این فکر می‌کنم یک برد چند طرفه باشه، هم برای ما یکی که تولید می‌کنیم و هم برای مردمی که استفاده می‌کنن.